با نام یاد خداوند متعال، بینندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به خبر گستر دیگر از شبکه تلویزیونی استقلال. نشست سوم دوحه در رابطه با افغانستان یکی از مسائل بسیار پر جنب و جوش این روز رسانه هاست و حکومت امارت اسلامی تاکید بر این دارد که با تعیین موضع ها و همچنان مشخص شدن مواضعی که امارت اسلامی مد نظر گرفته و احترام به این موضع گیری امارت اسلامی در این نشست اشتراک خواهد کرد. هیئت هایی به دیدن مسئولین امارت اسلامی آمده و گفتگوها در رابطه با نشست سوم دوحه جریان دارد. این مسئله مهمی هست. احزاب سیاسی که خارج از کشور هم هستند ادعاهایی دارند و کارهایی را مد نظر دارند که باید انجام بشه و این مسئله می طلبه که بیشتر راجبش صحبت بشه. در خدمت آقای سید نظام الدین وحدت، رئیس مدافعان ملی منافع ملی افغانستان هستیم و این بحث را آغاز خواهیم کرد. آقای وحدت سلام به شما، ممنونم که وقت گذاشتید و برنامه حاضر شدید. قبل از اینکه بخوایم بحث را کامل بپردازیم، میخوام یک بازتاب داشته باشیم از گذشته و پیشینه نشست دوحه را بررسی بگیریم. اینکه در نشست اول و دوم، نشستی که برگزار شد مثمر ثمر نه تنها نبود، بلکه تنها فقط یک جلسه بسیار بسیار سطحی برگزار شد، به صورت عمیق گفتگوها صورت نگرفت و تاکید بر نشست سوم دوحه هست. فکر میکنید که این نشست ها اگر به همین روال باشه و به روال گذشته پیش بره و نماینده از امارات اسلامی در درون نشست سوم دوحه حضور نداشته باشه، این نشست مثمر خواهد بود؟ من هم به نوبه خود عرض سلام خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز و هموطنان گرامی. تجربه دو جلسه قبلی در دوحه تجربه ناکامی بوده، بدون شک خود از این باعث یک نوع ناامیدی و کم باوری نسبت به موفقیت جلسه سوم میشه. یعنی یک زمینه بسیار قدرتمندی در رابطه با نقش ملل متحد در حل قضیه افغانستان متاسفانه وجود نداره. اما تفاوتی نشست سوم با دو نشست دیگری هست که در نشست اول و دوم هیچ کاری برای شکل گیری و یک نحو اجماع منطقوی و بین المللی پیرامون قضیه افغانستان به اندازه ای که امروز وجود داره در اون زمان وجود نداشت. یک مسئله دوم ای که طالبان در دو جلسه قبلی شروطی بسیار سخت و غیر قابل قبولی را مطرح میکردن که یقینا جامعه بین المللی یا سازمان ملل متحد توان یا آماده پذیرش رو شرطها و شروط نبود. این چه شروطی بود آقای وحدت؟ شروط شرطها چه بود؟ شروطی طالبان این بود که ما به عنوان یک دولت هستیم، یک حکومت هستیم، یگانه نماینده هستیم و باید ما را با همه توصیف بشناسین و ما باید طرف همه گفتگوها با نمایندگان ویژه و با سازمان ملل متحد باشیم و افغانستان یک دولتی مشروع قانونی داره و کرسی سازمان ملل متحد را باید واگذار بکنین. یعنی این نشست ها باید دروازه باشه برای به طرف به رسمیت شناختن و یا تعامل رسمی و سیاسی جهان با ما. یعنی خواسته های کاملا یک جانبه و یک طرفه، در حالی که خود هیچ گونه وعده نسبت به تغییر پالیسی های موجود که باعث بحران کنونی شده، بحران اجتماعی، بحران زنان، بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران امنیتی و نظامی، هیچ یکی از اینها را قبول نمی کردن. اما این بار با توجه به این که جامعه بین المللی تقریبا با همدیگر به این توافق رسیدن که به یک نحوی، حتی من فکر میکنم هم یک امتیاز برای طالبان هست که هنوز هم جامعه بین المللی اراده و قصد به یک نوع تعامل معنادار را با جریان حاکم در کابل داره، در حالی که شاید اکثریت احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مستقل چیزی بیشتر از این و فراتر از این را میخواین و بسشانی هست که اول به این بالای چند مسئله مهم باید که اولین مسئله بحثی عقب نشینی بگویم یا کنار گذاشتن پالیسی که زن ستیزانه ای که وجود داره طالبان قدم های عملی بردارن در این جهت، دوم حقوق بشر بهبود پیدا بکنه و سوم بحث مشارکت وسیع تر و گسترده تر ملی در ترکیب یک حکومتی با قاعده ای واسه بگویم تا همه شمول، یعنی که همه مردم افغانستان خود در او ببینند، در او آینه ها را یک با چه میکانیزمی، آیا احتیاج به تدبیر یک نوع جرگه جدید هست که او بتانه از یک طرف قانون اساسی که نیاز اولیه کشور ایران هست او را به تصویب برسانه، در پهلوی از او بتانه یک حکومت موقت یا عبوری را که بتانه مرحله اعتماد سازی را پشت سر بگذارانه و
فرصت ها و زمینه ها را مساعد بکنه به اینکه مردم افغانستان اراده خود را به منصه عمل بشانند یا وارد بحث سرنوشت خود شوند. اینها خواسته های چنان غیر واقع بینانه و غیر منطقی نیست که جهان و نهادهای افغانی مطرح میکنند. اگر جانب مقابل یا هیئت حاکمه کابل توجه بکنند، این خواسته را امروز یا فردا یا یک سال بعد یا دو سال بعد آخر به اون نتیجه که لازم هست اینا می رسن. و اولا خب به اصطلاح عامیانه بگویم تو به میدان امارات اسلامی هست. امارات اسلامی، من یک مسئله را میخواستم در اینجا مطرح بکنم. موضعی که امارات اسلامی گرفته یک چیز عینی و واقعی اگر بپردازیم، الان در درون افغانستان حکومت در دست امارات اسلامی هست و امارات اسلامی تمام کشور را در اختیار خودش داره و هیچ نقطه از کشور نیست که تحت تسلط امارات اسلامی نباشه. حکومت همه شمول دغدغه دیگه ای که ایجاد شده، امارات اسلامی بارها بهش پاسخ داده و گفته شده که یک مسئله داخلی هست در کنار از این حکومت همه شمولی هم که شکل گرفته الان وجود داره و بارها ادعا مطرح شده که بله در درون حکومت از اقوام متفاوت و از مذاهب متفاوت وجود دارن. از زنان و فعالیتشان تا سال گذشته صدها جواز فعالیت اقتصادی داده شده به زنان و فعالیت زنان را مد نظر گرفتن و بارها هم تاکید شده که زنان باید فعال باشند در این عرصه و بارها و بارها نمایشگاه های آنچنانی در رابطه با فعالیت های اقتصادیشان، فعالیت های هنریشان، فعالیت های اینچنینی گذاشته شده. در رابطه با تحصیل زمان خواستن و این زمان را از مردم خواستن، نه از جامعه جهانی، از مردم. و این یک نشست بارها بارها مطرح شده در کشور، در ولایت های مختلف مسئولین عالی رتبه حکومت گفتن که بله قطعا ما با تحصیل و تعلیم زنان مشکلی نداریم، یک زمانی رو میبره تا ما بتونیم یک مکانیزم قوی تری بسنجیم که از این چالش هم سربلند بیرون بیایم. همه اینها را جواب داده، جواب هایی که مردم افغانستان هم نسبتا با اون موافقن. شاید در بعضی از جاها انتقادات وجود داشته باشه، اما در بعضی از جاها کاملا موافقن. در چنین حالتی یک سازمان هایی مثل سازمان ملل که میخوان نشست دوحه را برگزار بکنن، بر چه مبنای پافشاری بر مسائلی داره که امارات اسلامی بارها را حل کرده در ذهن مردم و در ذهن جامعه جهانی؟ بله، ببینین مشکلی که فعلا وجود داره اساسا در مناسبات داخلی و بین المللی امارات اسلامی و هیئت حاکمه کابل است که اینا یک تعبیر مقاله مجموعی مسائل دارن. وقتی که میگیم مسائل زنان و مسائل حقوق بشر و مسائل یک حکومت با قاعده وسیع، اینها مطلقا مسائل داخلی هستن. هیچ کس نگفته اینها مسائل داخلی نیستن، اما این مسائل داخلی وقتی در کشور مورد توجه و طرف قبولی قرار نگیره طبعا یک مسئله جهانی هم میتونه شوه. یعنی ثبات و امنیت در افغانستان و استقرار یک نظام مورد قبول مردم افغانستان بستگی به اینمی مسائل داره. اینها جزئی از امو مراحل و مناظری است که باید طی شوه. در غیر از این صورت خب به این مفهوم است که ما با اینمی وضعیتی که هستیم، پس بحران چیست، پس مشکل چیست، پس به این کنفرانس ها چی نیاز است؟ اگر همه چیز رو براه هست و هیچ مشکلی در داخل وجود نداره، یعنی مشکل صرفا بر سر ایست که باید طالبان به رسمیت شناخته شوند، خب داخل آجندای مجالس دوحه، مجلس اول، دوم و سوم باید صرفا بالای بحث می شد که چگونه راهی، چگونه به اصطلاح مسیری را باید بریم که منتج شود به ادغام افغانستان به جامعه بین المللی. در حالی که چنین نیست، حقیقت امر همه ما میدانیم. حالا به شکل گزینشی ممکن است که تعداد افرادی در حاکمیت کنونی به نوعی شرکت داشته باشند، اما اونها همه اعضای یک گروه هستند، یک جریان سیاسی مذهبی بگوییم یا یک روایت از شریعت را اونها میخواهند برای همگان تطبیق بکنن. و شما میدانید که عملا این را مردم نمیپذیره. یعنی بس بر این که چگونه میتوانیم به او درجه از ثبات و اعتماد برسیم که هم مورد قبول مردم افغانستان باشه و هم جامعه بین المللی باشه. برای رسیدن به اون هدف اساسی که عبارت از اعتماد و ثبات سیاسی هست، اینی قدم ها را باید برداریم. و این قدم ها قدم هایی نیست که یک خواست به صلاح انفرادی سیاسی باشه. مثلا یک گروه سیاسی مخالف طالبان و جمهوریت ادعا بکنه تا وقتی که یک حکومت مشترک یا همه شمول تشکیل نکنین در موضوع مخالفت میمانیم. اینجا بحث خواست عام یک ملت است. حقوق زنان یک چیزی نیست که شما بتوانین در گوشه از جهان تمام زنان را از سیستم تعلیمی و تحصیلی و کاری حذف بکنین یا محدودیت های دیگر را برایش وضع بکنین و بعد بگوین مسئله داخلی ما هست.
و یا به عین ترتیب مسئله حقوق بشری یک مسئله جهانی است. همین شما امیال شاهد هستین که محکمه بین المللی جرایم جنگی صدر اعظم اسرائیل که برحال است و وزیر دفاعش و وزیر امنیتش امر جلبشان داده یا اونا را به اصطلاح قرار است پاسخ خوب سازه. یعنی اینطور شده نمیتونه که در یک گوشه از جهان در یک کشوری یک حکومت هر طور که میخواد با مردمش رفتار بکنه. ثانیاً موانعی که برای برآورده شدن این خواست ها وجود داره یا چه بگم دلایلی که جریان حاکم داره این دلایل قابل شنود و قابل قبول نیست. خب اگر واقعا شما معتقد به این هستین که حقوق بشر خیلی زیاد روزمره در نارا قانون اساسی وجود نداره، قانون جزا وجود نداره، من بر اساس تشخیص قاضی تصمیم میگیره، این خودش یک نقیصه بزرگ حقوقی است که این جهان نمیتونه رسما قبول، یعنی جهان دولتی را به رسمیت بشناسه که قانون اساسی نداره. همچنین چیزی را شما برای یک لحظه فکر کنین همراه خود که آیا ممکن هست در دنیا یا سازمان ملل متحد یا جهان یک حکومتی را به رسمیت بشناسه که فاقد قانون اساسی است؟ یعنی لو تعریف نشده که حقوق دولت چیز، حقوق ملت چیز، مناسبات چگونه است و بسا مسائل مهمه. اما قانون دوران ظاهرشاه را گفتن که قابل تطبیق هست. ایر رسمی نگفتن، ایر به عنوان قانون اساسی اعلان نکردن، ایر به عنوان قانونی که من شهروندی که میخوام بفهمم از زیر کدام بیرق و کدام قانون زندگی میکنم، ما باید ایر بفهم که اینی قانون اساسی است و اونا باید رسما قانون دوران شاه سابقه که یکی از بهترین قوانین افغانستان است اونا اعلان قانون اساسی هست. تمام امور مربوطه را در حکومت داری و نظام داری مطابق از او عیار میکردن، چون این چیزی نیست. آره یک اولسوال، یک قماندان امنیه یا یک فرد عادی طالب میتونه به جای یک قاضی، میتونه به جای یک قانونگذار، میتونه به جای یک مجری، میتونه به جای یک تصمیم گیرنده اصلی عمل بکنه و پاسخگو نیست به کسی. بله، چند مسئله مهم مطرح شد در کلام شما. یکی مسئله حقوق بشر هست. این مسئله به حدی متاسفانه آسیب دیده، مخصوصا در طی یک دهه گذشته به حدی آسیب دیده که به ذهن بسیاری از کارشناسان حقوق بشری که تعریفی که الان وجود داره مضحک شده اصلا، چون عملی به او صورت نمیگیره، فقط حرف هست. حقوق بشری که ما داریم راجبش صحبت میکنیم عملا در درون خود آمریکا که خودش داعیه دار دموکراسی در درون جهان هست نقض میشه، عملا در کشورهای اروپایی نقض میشه، در تمام دنیا نقض میشه و چنین چیزی اصلا مطرح نیست. حقوق بشری که دید دوگانه داشته باشه قطعا قابل مضحکه هست و باید به او خندید. از جانب دیگه موضع جهان، ما در طول دو دهه گذشته، حداقل سه دهه گذشته اگر محاسبه بکنیم، در درون افغانستان دیدیم که جهان دلسوز مردم افغانستان نیست. این یک حقیقت محضی هست که مردم ایره به عینی دیدن، به واقعیت دیدن. ما الان تازه داریم گزارش هایی از کشتاری که کشورهای خارجی در درون کشور انجام دادن رو میبینیم، گروه های دست جمعی که کشف شد فقط به خاطر این که شاید چهرهشان یک حالتی بود، شاید مندیل داشتن، به این حالت مردم رو کشتند، مردم تجاوز شد، مالشان، اموالشان و بسیاری از اموری که شاید سخن راندن راجبش حتی سخت باشه. کتاب هایی که نوشته شده همه بیانگر این مسئله هست و این موضع جهان رو نشان میده که جهان دلسوز مردم افغانستان نیست. چگونه میشه افغانستان و ملتی که دو دهه تجربه آموختند از این که جهانیان در پی ای هستند که فقط یک به قول عامیانه افغانستان یک سنگ به آب بگذارند، از آب بگذارند، من حیث عزیب افغانستان نگاه میکنند و توسط افغانستان بیشتر در پی ازی هستند که سلطه ایجاد بکنند در مقابل کشورهایی که بر علیه اونها هست و در کنار افغانستان حضور دارند، با چنین نیت و مرامی به درون افغانستان آمدند، آن همه تجاوز، کشتار، قتل و خونریزی انجام دادند، آن هم از منابع افغانستان را دزدی کردند، دوباره مردم افغانستان بخواهند که به اینها اعتماد بکنند. آیا چنین چیزی ممکن هست؟ عقل سلیم و اینکه پیشینه تاریخی را نباید از یاد برد پس کجا میشه؟ اینجا یک مقالیار بری در طول 3 سال گذشته در تمام رسانه ها یک مقالیتی ملف واقعا مایه تأثیر و تأثیر است. یعنی همیشه تلس که گویا که اونمو جمهوریت دیروز یا رهبری از جمهوریت به هر نوع اختار حکومتی آینده باید یکی از بخش از مردم افغانستان شریک باشه، شراکت از اونها رو به صلاح تأمین بکنه، در حالی که هیچ افغانی
تا امروز این حرف را نزده و هیچ کس او را نمیخواهد دوباره او چهره ها تکرار شوند، دوباره او مظاهر زشت حکومت داری را دوباره ببینند به چشم خود. و بس بر این نیست که اونها باید بیان، بس بر این نیست که یک حکومت مشارکتی سیاسی به وجود بیاید که بین هیئت حاکمه و جمهوریت دیروز باشه. چه کسانی بیان؟ چه کسانی بیان آقای وحدت؟ چه کسانی واضح؟ ببینین یک ملت ما نمیشه که این مثلا احمد محمود رئیس فلان حزب، من میگم مردم افغانستان بالاخره یک مردم هستن، یک جامعه هست، در این جامعه هزاران دکتر و پروفسور و متخصص و نمایندگان اقشار و اصناف گروه های گوناگون اجتماعی وجود داره. ضرور نیست که حتما باید نام های مشخصی، چهره های مشخصی، کرکتر های مشخصی که گویا اینا سیاسیون هستن، یکی از اینا نبیایه. مثلا جامعه اکادمیک افغانستان دو نفر، سه نفر، پنج نفر معرفی بکنه. جامعه مثلا فرهنگی افغانستان، یعنی چهره های فرهنگی که در طول عمر خود قلم زدن بر سرزمین و کشورشون، از اینا یک دو نفر. مثلا جامعه جوانان افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، جامعه زنان افغانستان، از اینی اقشار میشه یک دولت تشکیل داد. بس برای نیست که فلان گروه سیاسی بیاید پشت میز مذاکره بشینه و امتیازگیری بکنه، در حالی که اونا قطعا مردم افغانستان رو نمایندگی نمی یک بس. بس دیگه شما پیشتر در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به این که از بحث حقوق بشر برداشت های گوناگون و متفاوت وجود داره. دقیقا همینطور از همه دنیا هم همینطور است. کدام افغان خواستار حقوق بشر شده که در غرب مروج است؟ ما حقوق بشر مربوط به خود را در چوکات اسلام عزیز، در چوکات شریعت اسلامی میخواییم. حق زندگی کردن، حق کار کردن، حق مسئولیت شغلی، مسئولیت حقوقی، یعنی من نوعی باید مطمئن باشم که کرامتم، حیثیتم، شغل مطابق به رشته و مسلکی که دارم. عرض کنم به حضور شما وقتی که مشکلی به محاکم پیدا میشه، ما باید در یک محاکمه در یک محکمه عادلانه باید با یک محاکمه عادلانه روبرو باشم. دقیقاً چه جرمی مرتکب شدم و یه جرم در کدام قانون چقدر جزا داره، همه اینها جزء خواسته ها یا جزء ارزش های هست که حتی به دور از همین حقوق تصنعی یا مثلا دیگه در گذشته در افغانستان در زمان های وحدت این دیدگاه دیدگاه آرمانگرایانه نیست. آرمانگرایانه به خاطر از این گفتم حتی در دورانی که ما حکومت های سلطه‌گر شاهی داشتیم به همین حقوق وجود داشته. شما در 100 سال اخیر افغانستان نشان میتونید در کدام حکومت افغانستان اینمی حقوق به صلاح پایمال شده یا در خب پایمال شده قسمت، اما این حقوق به شکل رسمی هر افغان میدانست حق داشت تعلیم بکنه، حق داشت تحصیل بکنه، در زمان زارخان بگوین، قبل از او بگوین، بعد از او بگوین، حق داشت کار بکنه، یعنی مسئولیت شغلی داشت، میرفت درس میخوان، مطابق رشته خود میتونست یک کار پیدا بکنه، کار بکنه. وقتی که به محکمه یا مثلا جرمی را مرتکب میشد، سرانوالی وجود داشت، دوسیه ترتیب میشد، دوسیه به قاضی میرفت، قاضی مطابق قانون جزای موجوده کشور، مطابق یا مثلا اصول مروجه محاکم به او جزا تعیین میکرد. اینها چیزای مهم و تازه و نو و خواسته های آنچنانی غربی نیست. ما اصلا به دنبال ارزش های غربی نیستیم، ما به دنبال اعاده ارزش های ملی و اسلامی خود هستیم. یعنی میگیم که هر آن ما و مردم افغانستان میخواهیم دقیقا ارزش هایی است که مربوط به تاریخ ما، مربوط به فرهنگ ما، مربوط به دیانت ما و مربوط به حیثیت و کرامت انسانی ما است. ما چیزی بیشتر از این نمیخوایم. بله آقای وحدت، به دو موضوع میخوام بپردازم. موضوع آخر شما رو اول بگم، این که شما گفتید در اون زمان حاکمیت وجود داشت، قانون وجود داشت، محکمه و این طور مسائل، اما همیشه دیدگاه های چندگانه هم وجود داشت، تبعیض های وجود داشت، این که فلان فرد از فلان طبقه جامعه هست وجود داشت، این که فلانی شاهزاده هست و فلانی گدازاده هست وجود داشت. اینها رو نباید از یاد بریم. متاسفانه در طول تاریخ در درون افغانستان چنین عدالتی که باید حاکم باشه نشده. از جانب دیگر یک مسئله ای که در اول کلامتان بیان کردید، این که جوانان، آکادمیسیان ها، کسهایی که کاربلد هستن، فهمیده هستن، فرهنگیان، بین معرفی بکنن افراد را و حکومت را تشکیل بدن.
چرا نباید کنار حکومت ایستاد و همین حکومتی که وجود داره و به دست آمده الان وجود داره تقویت بشه؟ چرا نباید افرادی که نخبه هستن، دروازه های حکومت باز هست، بارها اعلام شده که هر کسی که به درون حکومت به و بخواد فعالیت انجام بده ما او را به دیده قدر می نگریم. در همین هراتی که ما حضور داریم بارها مسئولین امارت اسلامی، مسئولین بلند پایه زمانی که آمدن گفتن دروازه های امارت اسلامی برای همه باز هست. این که ما نخواهیم به هر بهانه ای به میدان نیاییم و کاری نکنیم که همین حکومت پیشرفت بکنه و در پی تخریب این حکومت باشیم و نگذاریم که جامعه بین‌المللی یک وجهه خوبی از درون افغانستان داشته باشن و هی در پی تخریب باشیم، فکر میکنید که راه به جایی خواهیم برد؟ آیا فقط باید هر روز حکومت عوض بکنیم؟ نه، ما جدا جدا طرفدار حل مسالمت آمیز و منطقی و بین الافغانی مشکل سنگ درد و عالم و مردم خراب درستی درک میکنیم. یعنی ما خواسته ها و امتیازات آنچنانی تصور میشه نیستیم. کدام انسان آنقدر خدای ناخواسته قسی و القلب است که مردم در فقر و در بینوایی و بلا تکلیفی و بی سرنوشتی یا دولتش یا کشورش 3 سال است در انزوا و در حاشیه قرار داشته باشه و او تلاش بکنه که فقط از این ماجرا، از این مصیبت امتیازگیری بکنه؟ این حرف نیست. امی افرادی که از 2 سال به این طرف یا 3 سال به این طرف به دعوت امارت اسلامی به کابل رفتن و یا یک تعدادی هم در هرات و جاهای دیگه آمدن، شما یک رفع برین به سراغ اینا از زمین ها بپرسید، عملا یک نفرش برمن شان میتین میگش تو بیا به سرزمینت بیعتم بکن، آرام در جایت بشین. حالا از بیعتم کمی تیر شدن، حتی میگه که بیعتم نمی کنی برو آرام در خانه بشین. دیروز مثلا اگر تو ماستری داشتی در انجینری، امروز برو دکانداری کو، کراچیوانی کو، یک کار دیگه بکن. یعنی حکومت متصدی نیست که مطابق مسلک برای تو کار بده یا تو را در سیستم داخل بسازه. خب شما فکر کنین همچنین چیزی عملا در کدام جای دنیا دیدین که شما تمام قشر تحصیل کرده یک مملکت یا قشر فرهنگی یک کشور همه را به یک باره بگوین که شما حذف از سیستم، برین خانه هایتان بشینین و حکومت داری کار ما هست. یک چیزی رو من روشنگری بکنم در این مطلب، چیزی که واضح هست این که سیاست مدارانی که در حکومت قبلی بودن چنین چیزهایی برشان گفته شده که بیاین در درون افغانستان و فعالیت سیاسی نکنید، اما بسیاری از کسانی که خارج از کشور هستن، مخصوصا همین قشری که شما میگید که علم پرور هستند و تحصیل آکادمیک دارن، را حکومت میپذیره که برگردید. همین نشستی که با مهاجران افغانستان شاید در اروپا داشتن، صحبت همین بود که بیاین به داخل کشور و کار بکنید. شما یک دو نمونه را از هرات که برگشته باشن دارین که آماده باشه و مثلا فعلا جای مدیر باشه یا رئیس باشه یا در یک بخش تکنیکی، این یک دو سه نمونه وجود داره که عملا نمیکار صورت گرفته باشه. متاسفانه که افراد نیامدن، هنوز گفتگوها جریان داره، بارها تاکید از سوی حکومت شده که زمینه سازی بشه. همین نشست اخیر فکر میکنم که مثمر ثمر بود و قرار هست که یک سری اموری انجام بشه. من همه او افراد رو میشناسم، من به هر افغان احترام دارم، منتها اونا از ابتدای امر یک سمپاتی داشتن با جریان افغانستان و مصطفی رابطه و تماس هایی که داشتن، بالاخره اونا رفتن به داخل افغانستان و مورد استقبال امارات اسلامی هم قرار گرفتن. اما شما وقتی از سایر اقشار جامعه یا از دیگران میشنوین، در هیچ موردی را شما ندارین که همچون اتفاق ای آرزوی ما هست باور بکنین که افغانستان دیگه تاب و توان کشمکش بیش از این نداره. ما نمیتونیم هر 5 سال هر 10 سال یک نظام و یک حکومت و یک هیئت حاکمه را عوض بکنیم. ما ضرورت به این داریم که بشینیم پشت میز مذاکره مثل پای یک کشور با نظرش منافع ملی تحت شعار و لوای شریعت اسلامی و قرآن محمدی بشینیم با همدیگر مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را که بحران ایجاد کنسایی را با همدیگر مشترکیم. و حتی همین حال هیچ کس علاقمندی نیست که ما بیم در حکومت افغانستان مشارکت داشته باشیم. ما اصلا هدف ما ای است که ما دوباره میتونیم به حیث اعضای یک جامعه به عنوان افراد پس دوباره در سرزمین خود بیاییم، حقوق اولیه انسانی ما یاده شود، ما را از سیاست کردن و از حکومت داری هم تیر. اما امیر کس نمیپذیره امیر میزانه. بله، این مسئله قطعا بحث ما به درازا کشید. برمیگردیم به سر مسئله دوحه و نشست دوحه را کمی دیگه به بحث بگیریم.
اینکه هیئت ها تلاش بسیار زیادی دارن، مسئولین مملکتی وارد افغانستان شدن، با مسئولین حکومت امارات اسلامی صحبت کردن، هیئت های از جانب سازمان ملل آمد و صحبت های صورت گرفت که تلاش بر این هست که یک هیئتی از درون افغانستان به رهبری امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارات اسلامی افغانستان در این نشست اشتراک بکنه. این تلاش ها به خاطر این هست که حداقل دوحه بدون دستاورد نباشه، این نشست دوحه دوحه سوم بدون دستاورد نباشه. ای اگر این شرایطی که خود شما هم در اول برنامه ذکر کردید که امارات اسلامی داره پذیرفتن نشه و امارات اسلامی نماینده ای در این نشست نداشته باشه، برگزاری این نشست چه فایده ای خواهد داشت؟ هیچ فایده ای نداره. ما تا حالا خوشبین هستیم و سخت علاقمند هستیم که امارات اسلامی در این مجلس شرکت بکنه و تحرکات اخیر دیپلمات ها را هم شما در کابل و قطر و جاهای دیگر پیرامون موفقیت دوحه سوم میبینین. عملا اراده جهان هم نسبت به هر وقت دیگر بیشتر متفق علیه برای موفقیت کنفرانس سوم دوحه هست، یعنی یک فرصت خوب خلق شده. اگر این فرصت را هیئت حاکمه کابل درک نکنه خدای نخواسته، یا این را باز بسوزانه مثل دو فرصت دیگه و بگه که من نمی آیم، اونا هم از اون خواسته های ما افغان ها یک حقیقت مطلق را باید بپذیریم. هیچ وقت در 45 سال گذشته هیچ وقت در هیچ رژیم ما را نپذیرفتیم. ما همیشه یا افراد کردیم و یا تفرید کردیم. طرف کسی که با ما در یک حزب و یک نهاد و یک حکومت و یک قرائت و یک برداشت نبود، او را دشمن و بیگانه خطاب کردیم، در حالی که نتیجه بسیار خراب از این گرفتیم. من میگم گپ زدن با افغان ها، حالا امارت اسلامی چه مشکلی داره بگه؟ بله، با همه افغان های خود من صحبت میکنم، این مجالس را دایر میکنم، در نتیجه یک لوی جرگه را دایر میکنیم، از طریق لوی جرگه قانون اساسی پاس میکنیم، بعد از قانون اساسی نحوه یا نحوه یا شیوه مشارکت مردم خود، یعنی امینا همه قابل حصول و قابل اجرا و قابل تطبیق است با همو ملاحظاتی که امارات اسلامی داره، مگر اینکه امارات اسلامی نخواه اینها را. همین آده امتیاز میده، همین که مونجی مراجعه میکنن، همین که بعضی خواستایشان را قبول میکنن، همین که میگن ما حاضر هستیم یک مقدار، حتی حاضر هستن که به صلاح خواسته ها را کمتر بسازن. ما یک نکته را باید در نظر بگیریم، ما در شرایطی نیستیم که خواسته های حد اکثری داشته باشیم. ما در یک وضعیتی هستیم هر کس وطن دوست است و هر کس مسئولیت پذیر است و تلاش به مردم میکنه خواسته ها را 50% اتومات پایین بیاره. ما در یک دوران معین بحران قرار داریم، ما باید خواسته ها را تحلیل بدیم. جای ادعاها و خواسته های بلند بالا و آنچنانی که منافع مردم را، یک روز که مردم در این وضعیت بمانند، در این وضعیت بد اجتماعی اقتصادی سیاسی و امنیتی، یعنی به این معناست که هر کسی که اصرار بر حد اکثرها داره او مقصر است و مسئول است و شریک همین تراژدی و غم است. بله، این مسئله یک مسئله عجیبی شده، این که افغانستان مدام وقتی که حرف و حدیثی بلند شده گفتن که شرایط بحرانی هست. این رو بگذاریم کنار، بیایم در رابطه با این نشست یک بار دیگه هم یک مرور دیگه بکنیم. اگر نشست برگزار شد، نماینده ای از درون امارات اسلامی درون این هیئت ها نیامد، وجود نداشت درون نشست و این نشست هم ناکام ماند، عمل بعدی چه هست؟ این نشست فکر میکنم نسبت به دو نشست دیگه از یک حمایت قوی تر برخوردار است. شما دیدین که وزیر دولت امور خارجه قطر به کابل سفر کرد، معاون سر منشی ملل متحد به کابل رفت، دیپلمات های خارجی در جاهای دیگه در امارات متحده عرب و در قطر و تهران و مسکو و جاهای دیگه با هم تفاهمات و تماس های داشتن. فکر می کنم که این بار یک توافق بیشتر و یا یک اجماع قابل ملاحظه بین منطقه و فرامنطقه و جهان هم به وجود آمده، یعنی فرصت خوبی هست که ما از این منزل و از این موزل بیرون براییم. حال توپ به میدان امارات اسلامی یا هیئت حاکمه کابل هست، یک مقدار از اون خواسته هایی که یقینا امروز یا فردا یا پس فردا مجبور هستند و خواسته های مردم خود را بپذیرن، بیشتر از این همین بحران را به اصطلاح عمیق نسازه، بیشتر از این همین انزوا و وضعیت کنونی را ادامه نده. بیایه و به خوبی بگویه که دخترها میتونن مکتب برن تحت این شرایط، مشروط برای اینکه اجابه مراد بکنن، سنفا جدا باشه، مکاتب جدا باشه، در این سکتور
دورهایی که سهولت بیشتری برای زنان وجود داره، از این شروع میشه، آرام آرام زنان میتونن کار بکنن. در حقوق بشر متوجه خواهد کردیم، حتما نواقصی که فعلا هست برطرف میکنیم، صلاحیت ولسوال ها و قماندان های امنیه را محدود میکنیم، تحت نظارت کنترل خود میگیریم که دیگه اتفاقات ناگوار نیفته. به طور مثال و در رابطه با مشارکت همه مردم افغانستان در یک دولت با قاعده وسیع تلاش میکنیم از میان متخصصینی که در بیرون یا در داخل کشور هستند، افرادی را که اونا هم نسبی میتونن به اونا به صلاح اعتماد بکنن یا نزدیک باشن، ما اینها را هم شامل حکومت میکنیم. حکومت را از حکومت یک گروهی و یک حزبی و تک چی بگویم باوری خارج میسازیم و نرمال میریم به طرف یک اداره متعارفی که همه افغان ها خود را در او ببینن و بیافن و به صورت نرمال بتونیم زندگی روزمره خود پیش بریم. این میخواسته بسیار خواستایی هست که همه مردم افغانستان هم این خواستا را دارن. این خواستای بسیار بلند بالای روشن فکرانه نیست که ما بیایم مقاله بنویسیم و شعر بگوییم و داستان بگوییم و بگوییم که حقوق بشر در آمریکا و تو از اروپا و تو از در افغانستان چرا. ما نمیخوایم چیزا را، چیزای بسیار ساده و بسیطی است. بله، من حیث سوال پایانی که از شما دارم در این برنامه، فکر میکنید که با این همه تلاش هایی که صورت گرفته هیئت از امارات اسلامی به میدان خواهد آمد؟ تا لحظه حاضر بنابر جدیتی که دیده میشه در تلاش های جامعه بین المللی امیدواری بسیار زیاد است. یعنی 80% ما امیدوار هستیم که امارات اسلامی بعد از 3 سال، یک وقت بسیار زیاده هست، به نتیجه رسیده باشه که بدون برداشتن قدم های معنادار در جهت بهبود وضعیت و تغییر وضعیت دیگر راهی برش باقی نمانده و خدای ناخواسته ادامه ای وضعیت ای انزوا ای حالت هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی میتونه مشکلاتی برای افغانستان خلق بکنه. مردم ناامید بشن، مردم فکر کنن که دیگه از راه گفتگو و مذاکره و تماس های بین المللی مشکل حل نمیشه، یک عده مردم ترجیح بدن دست به مقاومت های مدنی بزنن، یک عده مقاومت های نظامی، یک عده دیگه به یک شکل دیگه. یعنی اینا هنوز هم چانس و فرصت دارن. من خواهش میکنم که از این فرصت استفاده بکنن و این بحران را جمع بکنن، دیگه بیشتر از این ادامه پیدا نکنه که باز میریم به وضعیت بسیار بدتری دیگه که باز جمع کردنش بسیار هزینه. بله، سپاسگزارم از شما سید نظام الدین وحدت، رئیس مدافعان ملی منافع ملی افغانستان. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که بیننده خبرگستر بودید. تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.